لندن امروز صحنه اعتراض به عواقب همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که یک هفته پیش برگزار شد. معترضین با تاکید بر سردرگمی‌های حاصل این همه‌پرسی، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی دیگر شدند. بابک شعاعی گزارش می‌دهد. ده‌ها هزار بریتانیایی امروز در مرکز لندن به نتایج رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعتراض کردند. در این تظاهرات که راهپیمایی برای اروپا نامیده شده بود، شرکت کنندگان پلاکارد‌های رنگی در حمایت از اتحاد با اروپا در دست داشتند. همچنین بسیاری از شرکت کنندگان صورتشان را به رنگ‌های زرد و آبی درآورده بودند که رنگ پرچم اتحادیه اروپا است. من می‌خوام به مردمم نشون بدم که ما از اتحادیه اروپا دست نخواهیم کشید. ما به این اتحادیه احتیاج داریم. اگر رفت و آمد آزاد شهروندان اروپایی از بین بره، در جایی که من کار می‌کنم هیچ کارمندی دیگر وجود نخواهد داشت. اعتراض بسیاری از تظاهرکنندگان به عواقب رفراندوم است، از جمله استعفای دیوید کامرون از مقام نخست وزیری و سردرگمی حزب محافظه‌کار در انتخاب جانشینی برای او. حزب کارگر هم وضعیت مشابهی دارد و بسیاری از اعضای این حزب در پارلمان خواهان استعفای رهبر حزب جرمی کوربین هستند. من میخوام کشورم رو پس بگیرم و میخوام بدونم چجوری میتونیم این کارو بکنیم. ما هیچ رهبری نداریم، هیچ سیاستمداری رهبری ما رو بر عهده نداره. اگر ما کانون دموکراسی هستیم، دموکراسی پارلمانی، پس باید انتخاباتی عمومی و توأم با برنامه‌ریزی برگزار بشه. نمیشه فقط به صرف این که مردم حرفشون رو زدن، مسائل رو تموم شده تلقی کرد. بسیاری از مردم انگلیس خواستار برگزاری رفراندومی دیگر هستند. به اعتقاد آنها، حامیان جدایی از اتحادیه اروپا با وعده‌های توخالی رای دهندگان را گمراه کردند. بابک شعاعی، صدای آمریکا.